بازم من، بازم یه عصر دیگه، بازم یه تحویل بار دیگه و بازم یه ویدیو دیگه که این دفعه توی تایتلش هم خوندین که چه خبره. ما هم باشیم دوستای گل من، چه خبر؟ من الان ایالت آیداهو هستم، یکی از ایالتهایی که واقعا سفید پوست توش زیاد هستش، که اگه توی چیزای نجات پرستی و اینجور چیز هستین، کلو کلکس نمیدم چی میشه، اینا اکثرا اینجا هستش، چون زمینای وسیعی داره و اینجا قشنگ میتونن این نمیدونم سولاشونو درست کنن که برن دور همی جمع بشن و این چرت پرتا، که این ویدیو راجع به اون نیستش، ولی گفتم خلاصه اینم بهتون بگم. من اینجا هستم، بحث من راجع به بزرگراهای آمریکا هستش که چقدر این بزرگراها توی کشور، توی آمریکا تأثیر داشته و داره و خواهد داشت، و آمریکا چرا شده اینی که هستش، به خاطر چیزایی که قراره به شما بگم. قبل از اینی که شروع کنم راجع به اینجور چیزا حرف بزنم، ببینید من چیزایی که توی این ویدیو میگم، من رو راست حرف میزنم، دوست دارم چیزایی که توی دلم هسته رو حرف بزنم. حالا خیلیا به دلایل مختلفی اینا رو وطن فروشی میدونن، غرب زدگی میدونن و اینجور چرت پرت های دیگه که باید باشون کنار بیان. لامبورگینی من اونجا پارکم، داره بارون میباره، شت. ببینین این چیزایی که میخوام بهتون بگم درسته، ولی همیشه توی ویدیوام سعی کردم به این اشاره بکنم که وطن پرستی ما، گذشته پرستی ما حد اندازه باید داشته باشه. درسته ما جاده ابریشم داشتیم، به ما ربطی داشت یه جورایی، و اینا باعث نمیشه که همیشه اینجوری سربالا بریم جلوش که بگیم ما بودیم، داشتیم، اینجوری بودیم و فلان و بهمان. نه، 103 سال پیش چندین نفر، نمیدونم 76 نفر، چند نفر از واشنگتن دی سی یه چند تا ماشین بر میدارن که میخوان برن به ایالت کالیفرنیا به شهر سان فرانسیسکو که بارون گرفت. من بذار برم تو که خیس نشم، میکروفون نه حساسه، بقیهشو بگیرم. بارون بند اومد. خب این آقایی که داشته با اون گروه دست جمعی دیگه که میرفته به سان فرانسیسکو، 66 روز به خاطر نبودن جاده مناسب میکشه که اونا برسن اونجا. وقتی که اونا میرسن به کالیفرنیا، باز جاده سازی شروع میشه، بعد راحت رانندگی میکنن. حالا بین راه پنچر میشن، ماشیناشون چپ میشه، چون حالا اندازه پولا درست نبوده، جاده ها باریک بوده و دلایل دیگه که باعث میشه که اینا 66 روز طول بکشه. بعد اینکه برمیگردن، این گزارش رو به اون رئیس جمهور زمان اون گذشته میده و این چیزا میره. به مرور زمان ماشینا شروع میکنن به تولید بیشتر توی کشور آمریکا و جنگ جهانی دوم میشه که این آقا دوایت آیزن تا همین الان اسمش یادم بودا، پیدا میکنم توی این چیز میزنم، زیر این ویدیو میزنم. این آقا فرمانده، یکی از فرماندهای بزرگ توی جنگ جهانی دوم بود، که وقتی که اینا وارد کشور آلمان میشن، میبینن که آلمانی ها چقدر راحت دارن تردد میکنن، وسایل جنگیشون رو میبرن از این ور آلمان به اون ور آلمان و بدون دردسر. این آقا اون زمان نوت بر میداره، یعنی یادداشت میکنه و همه این چیزها رو مینویسه که چقدر اینا مشقت داشتن اون زمان که از واشنگتن دی سی رفتن به سان فرانسیسکو، و الان چقدر راحتن که با اینکه غرب آلمان بودن، اینا راحت دارن میرن پیشروی میکنن به خود نیروهای آلمانی، با اینکه از جاده های اونا هم استفاده میکنن. این باعث میشه که اینا رو یادداشت بکنه، بعد به رئیس جمهور اون زمان میده درخواستشو که ما باید این کارو بکنیم، چون کشور فلج میشه، مهمترین چیزش تردد چیزای نظامی، کشاورزی و وس کردن خود شهرها هستش، که اون زمان 25 میلیون دلار اگه اشتباه نکنم، 100 خورده سال پیش، 100 چند سال پیش
اونجا بودجه تصویب میکنن که میگن آقا شما اگه واقعا اینجور سیستمی در نظر داری باید اول به من مثلا یه چیز کوتاهی رو بسازی که من طبق اون بودجه رو چیز بکنم، بالا پایین بکنم. حالا اینا میگذره، خود آقای آیزنهاور میاد رئیس جمهور، نامزد رئیس جمهوری میشه و ریاست جمهوری رو میبره. این تریلیا چی هستش اینجا که هستن؟ این نگاه کنین، اینا همشون واسه یه شرکتی هستش به اسم می تراکینگ و شرکت های دیگه که میان اینجا تریلی رو جابجا میکنن. مثلا یکی میخواد بره فلان جا، یکی من تا اینجا تریلی رو میارم، بعدش میخوام برم خونه و اینجا ببر تریلی رو مثلا به مقصدش که هر جا هستش. داستانش اینه، این آقای آیزنهاور رئیس جمهور میشه و آرزویی که داشته چندین ساله رو اجرا میکنه، بودجه تصویب میکنه، میگه که دولت فدرال 90% هزینه ها رو به گردن میگیره، 10% میفته به گردن ایالت ها و شروع میکنه کل ایالت ها رو به هم چسبوندن که این کار چندین سال طول میکشه، ولی آخرش با اینکه بودجه هم که در نظر گرفته بود آقای آیزنهاور 2 برابر اون میشه تقریبا، ولی خلاصه به هدفش میرسه. این آمریکا الان این سیستم رو داره که بزرگترین سیستم بزرگراهی کل دنیا هستش که شما میتونین از یک نقطه به نقطه دیگه بدون اینکه تا وایسین واسه مثلا خارج از بنزین زدن و گازوئیل زدن، عشان کاملا از یک نقطه قاره تا یک نقطه قاره مثل یه مرد یک کله برین اگه احتیاج به واسطه نشته باشین. ایشون این کارو میکنه و الان آمریکا بهترین و مدرن‌ترین سیستم بزرگراهی کل دنیا رو داره. حالا شاید اونایی که تو آلمان زندگی میکنن، اونایی که اطلاعات از کشور دیگه دارن، برگردن میگن که نه بابا این چه وضع اتوبان‌هاش، جاده‌هاشو نمیدونم، سرعت‌هاشون اینجور چیزا، آلمان اتوبان داره نمیدونم سرعت نامحدوده. خب داره که داره، ولی اینجا سیستمشو باید از لحاظ راه و ترابری بررسی بکنیم ببینیم که منظور من چی هستش. خب ایران هم آره اتوبان داره، بزرگراه داره، ولی اینجا یک قاره رو اینجوری بس کردن که دقیقاً شرقش به غربش وصله، شمالش به جنوبش وصله و یه چیزی هستش که شما باید اینجا رانندگی بکنین که ببینیم واقعاً منظور من چیه. که فکر کنم آخرین عددی که من خوندم میشه 76,000 کیلومتر اندازه این کل بزرگراهی که توی آمریکا استفاده شده. ایشون چرا به این نکته چیز داشتن؟ قبلا هم بهتون یه ذره اشاره کردم، ایشون گفتن که یک کشور زمانی میتونه قدرتمند باشه و پای خودش باشه که اینجوری راه تردد و ترابر و اینجور چیزا داشته باشه. که من الان میبینه که توی تراک استاپ هستم، یه دونه بار هستش توی واشنگتن، سیاتل هستش، میره all the way تا میامی. میبینید چقدر راهه، میبینید چقدر طول میکشه، ولی اینا نگاه کنید کامیونا همش دارن از این راه استفاده میکنن، حالا از بزرگراهای دیگه اینا که بماند. ولی منظور من رسیدین، یعنی این کشور داره قشنگ رشد میکنه چون بزرگراهش مهمه، توی جنگ هم مهمه چون میخوان وسایلای جنگی رو بالا پایین بکنن. قدیم فقط شاهراهای اصلی راه آهن بود که میتونه چیزای جنگی رو جابجا بکنه، که ایشون هم دید گفت اگه مثلا به آمریکا حمله شد این راه‌های راهن بستن اون وقت چی؟ که اینم 100% اومد روی مخش که گفت نه من این راه‌ها رو باید بسازم، کشور من نباید به این روز بیفته. مهمترین نکته من توی ذهن من این بود که می‌خواستم به همه شما بگم که نگاه کنین، توی چندین ویدیو بحث ایران و آمریکا شده، بذار دوربین بذارم اینجا، بحث ایران و آمریکا شده بود که خیلیاتون منو به عنوان دشمن میبینین، به عنوان یه وطن فروش میبینین، آسمون رو نگاه کن، ولی بحث من اونجا نیستش. بحث من اینه که آمریکا کشور جدیدی هستش نسبت به ایران، ایران چندین هزار سال سابقه داره، ولی خب الانش که چی؟ قدیم بودیم، الان چی هستیم؟ آمریکا 200 خورده سال سنشه، ولی برگشته این کارا رو کرده به اینجا رسیده. گفتیم منشور حقوق بشریت رو ما بالا پایین کردیم، نمیدونم
ما اینجوری بودیم، اولین قانون حقوق بشریت نوشتیم که هر کس دین خودش آزاده، زندگی خودش آزاده، عیسی به دین خود، موسی به دین خود. الان داریم ملت رو اعدام میکنیم که چرا از اسلام برگشتی. همون قانونی که اون زمان استفاده شده الان آمریکا استفاده کرده، شده آمریکا. آره میپن، آره بالای سازمان مشل، سازمان ملل کپیه نمیدونم مشهور حقوق بشریت اینجور چیزا. نگین بودیم، بگین چی هستیم. این خیلی مهمه. بیدار شین از اون خواب، بیدار شین از اون چیزایی که جو گرفتتون. آی این بودیم ما، بابا چی هستی الان؟ یه لحظه بیدار شو، یه لحظه بشکن بزن، بیدار شو، دورور خودتو ببین، ببین توی چه روزی ایران مونده، به چه روزی داری الان توی ایران زندگی میکنی. آمریکا هم یه نمونه شون استفاده کرده. نمونه دومش این بوده که اگه جنگ بوده، هر کوفت و زهرماری بوده، اومده از اونا درس عبرت گرفته، گفته بذار من از این توی کشور من استفاده بکنم، که اومده اینو ساخته. الان کشورش از لحاظ راه و ترابری حرف اولو توی دنیا میزنه که هیچ کسی نمیتونه بگن خلاف اینو. نمیتونه. از کانادا هم دارن اینجا رانندگی میکنن، از اونا بپرسید. اینا هستش. دلایل دیگه هم هستش که دوست دارم بازم بهتون میگم، دوست دارم راجبش حرف بزنم، ولی باید نوبش باشه، موقعیتش باشه که راجبشون بتونم حرف بزنم. اینم میخواستم بهتون بگم، اتوبانایی که از شرق به غرب میرم، چه میگن، زوجن، از بالا به پایین بیان، مفردن، که شماره شون رو خیلی آسون گذاشتن، به جای اینکه مثلا بیان اسم بزنن، نمیدونم اتوبان امام فلان، پیغمبر فلان، معصوم فلان، شهید فلان، اینا اومدن راحت چیز کردن، شماره گذاره کردن که هیچ کسی توی آمریکا گم نشه. مثلا جنوب غربی آمریکا از شماره پایین شروع میشه، میره به شمال شرقی آمریکا، به شماره بزرگ ختم میشه، چه مفرد چه زوج. طبق اونا مثلا یارو میگه که من اتوبان 70 هستم، توی بین اتوبان 70 و 55 هستم، دقیقا میدونه که کجا آمریکا هستش. اینا خیلی مهمه که اینا رو در نظر گرفتن، گفتم بذار ما شماره گذاری بکنیم که ملت بدونم طبق این شماره کجای آمریکا هستن، که طبق اون گم نشن، اگه کسی هم نبود به راهشون بتونه ادامه بدن، که وقتی رسیدن از این اتوبان بدونن که آه من الان هولوش این چیزای آمریکا هستم، بذار بعدش برم این بالا، اگه برم مثلا شمال میرسم به شیکاگو، جنوب برم میرسم به لوئیزیانا. اینا رو امتحان کردن که خارج از اونا که عدد سه رقمی میشه، میشه کمربندی، وقتی مثلا میشه به عنوان مثال اتوبان 15 لاس وگاس که از کالیفرنیا میاد لاس وگاس رد میشه بره به شمال، مثلا میشه 215 سه رقمی میشه، اون یعنی کمربندی. اینا رو همش حساب کردن که کمربندیارم طبق عددا بالا پایین میکنن، که هر چقدر پایین تر و بالاتر ملت بدونن که کجای اون ایالت توی کدوم کمربندی هستن. تا اینجاشون اساسی فکر کردن که یه کاریو 10 بار نکنن. اینا خیلی مهمه. امیدوارم این ویدیوهای منو سالهای دیگه اونی که قراره توی اداره راه و ترابری کار بکنه ببینه و تاریخ رو بخونه، حرف دل منو بشنوه یه جای دیگه کشور، طبق اونا قانون اساسی بریزن. چه افغانستان هم حتی، اصلا کشورهای دیگه، بازم گفتم ایران، فارسی زبان ها کلن، اصلا کشوراتون اینا رو در نظر بگیرن و توی توسعه کشورشون کمک بکنم. همینا دوستاشم اینم مطرح بکنم که امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. آلرژی من باز داره میذاره بالا به خاطر اینکه چمن و درخت هستش. و اگه سابسکرایب نکردین تا الان بکنین، زنگوله بغلش رو بزنین، اینو نگاه کنین، زنگوله بغلش رو بزنین و به دوستاتون معرفی بکنین، لایک و کامنت یادتون نره، حمایت شما خیلی ارزش داره، شاید خیلی از حرفای من به دلتون بیاد، اکثرا به دل اونایی میاد که نمیخوان واقعا واقعیت رو قبول بکنن، یا شاید از دولت دارن یه چیزی میگیرن که این کارا رو میکنن، بعد یه چیزایی میگن که
مثلا ربطی به این داستان نداره که میان که فقط دوست دارن که بگن من نمیشنوم ایران خوبه اینجور چیزا. بعد آخرش بیدار بشیم، همیشه نمیتونیم بخوابیم. اگه کلن بخوابیم من و شما این ورانوری با مرده فرق نداریم، همون سرمونو بذاریم بمیریم بهتره، که وضع اونجایی که زندگی میکنیم به این شرایط باشه. خیلی دوستتون دارم. تغییرات دیگه داره میاد توی یوتیوب، توی آپلود شدن، بازم میگم ببینیم چی میشه. با من باشین ببینیم چی ها میشه. تا ویدیو بعدی، فعلا.